دوستان و همراهان فارسی مدیا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با ویکس صحبت کنیم. با ما همراه باشید و ما رو سابسکرایب کنید. از کاربردهای باور نکردنی پماد ویکس بیشتر بدانید. پماد ویکس برای درمان سرفه و گرفتگی ناشی از سرماخوردگی یا آلرژی و درد عضلانی در بازار به فروش می‌رسد. ویکس حاوی مواد شیمیایی منتول و کافور است که عمل ضد حساسیت و بی‌حسی بر عضلات دردناک را فراهم می‌کند. هنگامی که ویکس در نواحی سینه و بینی استفاده می شود، بوی تند و تیز مواد شیمیایی ترکیبی می تواند سرفه را متوقف کند و به نظر می رسد مسیر تنفسی گرفته را باز می کند. با این همه به نظر می رسد که مزایای ضد تراکمی سطحی باشند و این که مواد شیمیایی یک اثر خنک کنندگی را فراهم می کند تا تنفس برای مدت کوتاهی راحت شود. گذشته از این، ویکس به کرات در بزرگسالان و کودکان بزرگتر از 2 سال استفاده می شود و برای اجتناب از عوارض جانبی می بایست مراقبت های لازم انجام شود. پماد ویکس از چندین ترکیب روغنی و گیاهی تسکین دهنده مانند نعنا، اوکالیپتوس و کافور تهیه می شود. ویکس یک مرهم پرمصرف است که می توان با آن احتقان مجاری تنفسی و دیگر علائم سرماخوردگی و گریپ را برطرف کرد. استفاده موضعی از آن روی قفسه سینه یا کمر باعث احساس آرامش بیمار و تسکین علائم می شود. در ادامه با ما در فارسی مدیا همراه باشید تا با سایر موارد استفاده پماد ویکس آشنا شوید. درمان قارچ پا با پماد ویکس. پماد ویکس ضد قارچ قوی است. اگر پاهایتان دچار قارچ شده است، از این پماد برای رفع قارچ استفاده کنید. بیماری قارچ پا همچنین در ورزشکاران دیده می شود که با این پماد بهبود می یابد. پماد ویکس در رفع ترک پاشنه و خشکی کف پا موثر است. به منظور استفاده ویکس برای رفع قارچ و خشکی و ترک پا، قبل از رفتن به رخت خواب مقداری از این پماد را به قسمت‌های قارچ زده بمالید و آرام ماساژ دهید و تا زمانی که قارچ‌ها از بین بروند هر شب این کار را انجام دهید. مورد بعدی، درمان آکنه و جوش با پماد ویکس. خیلی ها فکر میکنند به علت ترکیبات روحانی این پماد از آن نمیشود برای از بین بردن جوش استفاده کرد. پماد ویکس دارای خاصیت ضد باکتریایی و ضد التهابی میباشد و مشکلات پوستی را برطرف میکند. پماد ویکس به پوست رطوبت میدهد و جای جوش را هم از بین میبرد. جاهایی که آکنه دارند را بشویید و بعد از خشک کردن مقداری از پماد ویکس را روی آکنه ها بزنید. روزی 2 مرتبه این کار را انجام دهید. لازم نیست مقدار زیادی از این پماد را روی جوش بزنید. اگر پوستتان حساس است، قبل از استفاده با پزشکتان مشورت کنید. مورد بعدی، تسکین دردهای عضلانی با پماد ویکس. زدن ویکس روی پوست باعث ایجاد گرما روی سطح پوست می شود که به تسکین فرد کمک می کند. برای دردهای عضلانی این پماد تسکین دهنده بسیار خوبی است. کمی از پماد ویکس را روی قسمتی که درد می کند بمالید و آرام ماساژ دهید. یک حوله گرم بردارید و روی ناحیه چرب شده با ویکس قرار دهید و 15 دقیقه بگذارید تا بماند تا درد بهبود پیدا کند. چند مرتبه در روز این کار را تکرار کنید. مورد بعدی، از بین بردن زگیل با پماد ویکس. از طریق ویروس پاپیلوم انسانی یا HPV زگیل ایجاد می شود و پوست زشت می شود. با پماد ویکس می توان سرعت از بین رفتن زگیل را افزایش داد، زیرا این پماد خاصیت ضد التهابی دارد. روی زگیل مقداری پماد ویکس بزنید و بانداجش کنید. دست کم 6 ساعت منتظر بمانید و بانداج را دور بیاندازید و باز پماد بمالید و بانداج کنید. چندین مرتبه در روز این کار را انجام دهید تا زگیل کاملا از بین برود. مورد بعدی، رفع عفونت پوستی با پماد ویکس. در اثر مراقبت نکردن از سوختگی های سطحی پوست و زخم ها احتمال عفونت وجود دارد. پس زخم ها را خوب تمیز کنید و کمی پماد ویکس بزنید تا عفونت پوستی ایجاد نشود. برای استفاده از این پماد سطح مورد نظر را تمیز کنید و یک لایه نازک ویکس بمالید و آرام ماساژ دهید. اگر دچار خارش و سوزش شدید، فوراً آن قسمت را شستشو دهید. مورد بعدی، کاهش کبودی پوست و خون مردگی با پماد ویکس. استفاده از پماد ویکس به جریان خون سرعت می‌بخشد و باعث کاهش کبودی و خون مردگی می‌شود. کمی نمک دریایی و یک قاشق از این پماد را با هم مخلوط کنید تا به شکل خمیر درآید. روی محل کبود شده این ترکیب را بزنید و آرام ماساژ دهید. روزی 2 مرتبه تا رفع کامل خون مردگی این کار را انجام دهید. مورد بعدی، تسکین سردردهای خفیف با پماد ویکس. سردردهای خفیف را می توان با پماد ویکس بهبود بخشید. مقداری از این پماد را روی پیشانی و گیجگاه بمالید و چند دقیقه به چیزی فکر نکنید و آرامشتان را حفظ کنید. اگر نیاز بود، باز همین کار را انجام دهید. از بین بردن عفونت گوش با پماد ویکس.
ترکیبات پماد ویکس به دلیل داشتن خاصیت آرام بخشی، ضد باکتریایی و ضد التهابی، درمان عفونت گوش را بهبود می‌بخشد. یک حبه سیر از پوست جدا شده را 10 ثانیه در ماکروفر قرار دهید تا گرم شود. به سیر مقداری پماد ویکس بمالید و در گوشتان بگذارید. دقت کنید این کار نباید برای کودکان و نوزادان انجام شود. مورد بعدی، از بین بردن خطوط چاقی و لاغری روی پوست. هر شب روی خطهای پوستی که در اثر کش آمدن پوست و تغییر وضع ایجاد می‌شوند، ویکس بمالید. جای آنها را خیلی کمتر می‌کند. مورد بعدی، از بین بردن ترک پاشنه با پماد ویکس. اگر پاشنه‌های ترک خورده و سفت دارید، ویکس برایشان عالی است. شب‌ها ویکس را روی پاشنه بمالید و رویش جوراب نخی بپوشید. صبح روز بعد، پاها را با آب گرم بشویید و پوست‌های مرده را با سنگ پا از روی پاشنه پا بردارید. هر شب این کار را بکنید تا نتیجه که می‌خواهید بگیرید. مورد بعدی، مرطوب کننده پوست. اگر پوست خشک دارید، ویکس را روی پوستتان بمالید تا همیشه پوستی مرطوب داشته باشید. مورد بعدی، چربی سوزی شکم با پماد ویکس. برای اینکه از شر چربی‌های شکم خلاص شوید و پوست لطیف و سفتی داشته باشید، روزی دو بار روی شکمتان ویکس بزنید و ماساژ دهید. مورد بعدی، دفع پشه با پماد ویکس. پشه‌ها حامل بسیاری از بیماری‌های کشنده مانند تب استخوان شکم و مالاریا هستند. اگر می‌خواهید پشه‌ها را از خود دور کنید، ویکس به عنوان بهترین دافع پشه سازگار با محیط زیست عمل می‌کند. ویکس همچنین ارزان‌تر از مواد دافع تجاری موجود در بازار است. شما می‌توانید برای دور کردن پشه‌ها شب هنگام خواب مقداری ویکس بر روی گردن، زانو، آرنج، پشت گوش و مناطق دیگری که در معرض نیش پشه قرار دارند بمالید. و در آخر، ویکس برای کمک به آموزش حیوانات خانگی. اگر گربه یا سگ بازیگوشی دارید که با پنجه‌های خود بر روی در، نیمکت و مبلمان شما خراش می‌اندازد، می‌توانید از ویکس برای جلوگیری از این کار استفاده کنید. حیوانات خانگی بوی ویکس را دوست ندارند. بنابراین شما می‌توانید جاهایی را که گربه یا سگتان با پنجه خود می‌خراشد، ویکس بمالید تا دیگر تمایلی به خراشیدن آنجا نداشته باشد. ممنونم که با فارسی مدیا همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.